تفسیر سوره علق، بیان امر با قرائت و علم و نویستن و اینچنین طبیعت انسان فراموش کردن آخرت است و بیان تهدید آنهایی که از راه الله سبحانه و تعالی رو می گردانند. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. یعنی ای پیامبر، آنچه را که از قرآن به تو نازل شده است با آغاز به نام پروردگارت که در آفرینش یگانه است بخوان، زیرا با خواندن علم و معرفت حاصل می شود و عبادت پروردگار صورت می گیرد و به نام الله سبحانه و تعالی برکت، کشایش و توفیق به دست می آید. همان ذاتی که انسان را از خون بسته خلق کرد، یعنی پروردگاری که وجود انسان را از پارچه خون سخت پیدا کرد، برایش چشم گوش ساخت، روح را بر او دمانید و بعد از سپری شدن مرتبه های خلق انسان به او زندگی بخشید. بخوان و پروردگارت بزرگواری به همتا است، یعنی آنچه را که پروردگارت که احسان فراوان و بخشش فراگیر دارد بر تو نازل کرده است. بخوان، زود است که چون بخوانی بر تو کشایش بخشد و چون بیاموزی با توفیق فهم آیتها بر تو احسان کند. ذاتی که به انسان نوشتن با قلم را آموخت، یعنی خداوندی که نوشتن را به وسیله قلم برای امتها آموزش داد، چنانه که علمها را حفظ کردن و به پهن کردن خبرها و نقل آثارها پرداختن. بله، قلم با وجود ناچیز و لاغر بودنش توانایی بزرگ دارد. به انسان آنچه را که نمیدانیست تعلیم داد، یعنی برای انسان کارهای را که نمیدانیست تعلیم داد و همچنین او را از تاریکی های جهل به سوی نور دانش، از غفلت به آسمان معرفت بالا برد. بله، هر بزرگواری به سبب دانش به دست می آید. حق است که انسان عجیب است و سر به طغیان می نهد، یعنی حق است که انسان از ایمان خالی باشد دارایی و بایگری او را متکبر و سرکش می کند و در ستمگری، فساد، فسق، مکر و حیله از حد می گذرد. انگامی که خود را به نیاز می بیند، آنگاه که بایگردد سرکشی و طغیان می کند و چون تقوی را گم کرد می بینی که طاعت را ترک می نماید و به ادای حقوق نمی پردازد. به یقین بازگشت به سوی پروردگار توست، یعنی باید هر سرکش و طغیانگر یقین کند که به سوی خداوند باز می گردد و بازگشت در روز حساب به سوی اوست تا جزای کارش را ببیند. آیا کسی هست که پند گیرد؟ از وضعیت آن شخصی که بدکار است به مثل ابو جهل خبر داده که باز می داشت، یعنی آیا تعجب نمی کنی
از کسی که بندگان را از طاعت پروردگار باز می دارد، از راه پروردگار من می کند و مخلوق از عبادت آفریدگار دور می نماید. بنده ای را که نماز می گذارد، یعنی بنده را از نماز خواندن برای پروردگارش من می نماید، طوری که ابو جهل با پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کرد. و همچنین است که کسی که صدقه دهنده را از دادن صدقه باز می دارد، دعوتگر را از دعوتش من می نماید و مجاهد را از جهاد دور می کند. به من بگو اگر این بنده در مسیر هدایت باشد، یعنی برایم خبر بده. اگر بنده را که از نماز بازداشته بر هدایت الهی استوار باشد و بازدارنده اش در گمراهی، نادانی و دروغ پنداشتن رسالت الهی به سر برد، یا به پرهیزگاری و تقوا فرا بخواند، آیا آن شخصی بد سزاوار عذاب نیست؟ یعنی یا اگر آن بنده دیگران را به تقوای پروردگار امن نماید، چگونه او را باز می دارد؟ زیرا کسی که به صلاح و خوبی امر نماید، سزاوار است که با وی یاری صورت گیرد، نه اینکه با او جنگ و مخالفت شود. به من بگو آیا اگر آن شخصی بد حق را انکار کند و روگردان شود چی می شود؟ یعنی خبر بده که اگر بازدارنده قرآن را دروغ پندارد، از فرمان شریعت روگرداند، گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم را دروغ پندارد و کردارش را ترک نماید، یعنی با دل و زبانش دروغ پندارد و با اعضای بدنش روگردان شود، چگونه او را باز می دارد؟ آیا نمی داند که بیگمان پروردگار می بیند؟ یعنی آیا ندانسته که الله سبحانه و تعالی کارهایش را می داند و اعمالهایش را می بیند، یعنی گفتارش را می شمرد و کردارش را می نویسد، به احوالش دانا است و آیا بازگشتش را به سوی خود مقرر می دارد؟ چنین نیست که او می پندارد. اگر از این کار باز نآید، او را به سوی دوزخ می کشانیم. یعنی واقعیت این چنین نیست. قسم به پروردگار که اگر این بدبختی را پیشه کند، جنگ با خداوند و اذیت پیامبرش را ترک نکند، پیشانیش را به سختی می گریم و او را با شدت می کشیم و بعد از آن او را با ذلت و خواری با آتش می اندازیم. ناصیت کاذبت خاطئه، بله موهای سر آن دروغگو خطاکار را می گیریم و او را به دوزخ می اندازیم. یعنی پیشانی است که در سخنانش دروغگویی و در کارهایش خطاکار است و در رساندن خبرها دروغ می گفت و در احکام خطا می کرد، بنابراین او اراده فاسد و عقیده منکر دارد. آنگاه همنشینان و نزدیکانش را برای کمک خواستن صدا کند، یعنی کسانی را که او را می شناختن صدا می کند و حاضر میکند تا بدانند که جز حق الله سبحانه و تعالی یاری دهنده ندارد
و هیچ کسی عذاب را از او دفع کرده نمی تواند. ما نیز فرشتگان عذاب را فرا خواهیم خواند. یعنی به زودی فرشتگان عذاب و بازوی نیرومند دارند برای جزا دادن هر انسان بدکار و روگردان فرا می خوانیم. چنین نیست که او می پندارد. از او فرمانبر و سجده کن، نمازگزار به سوی پروردگار نزدیکی بجو. چنین نیست، از او فرمان مبر و سجده کن، نزدیکی بجوی. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، واقعیت طوری که این کافران می پندارن چنین نیست، بلکه تو محفوظ و منصور می باشی. بنابراین در ترک نماز از او پیروی نکن، بلکه بیشتر به پروردگارت سجده نما و نزدیکی جو. بله، نزدیکترین حالت بنده به پروردگار وقتی به سجده افتادن است.